داستان مهریه عجیب دختر زیبارو. زن و شوهری پیر که دختری زیبا داشتند، جدا از یکدیگر به گدایی می رفتند و دختر هم رخت وصله دار و کفش کهنه می پوشید و به گدایی می رفت. روزی بازرگانی که به هند و مصر زیاد سفر می کرد و ثروت فراوان داشت، در خیابان با دختری روبرو شد که تا به آن روز به زیباییش کس ندیده بود. او همان دختر گدا بود که ماه منیر نام داشت. راه بر او گرفت و گفت: ای مرد خوش لباس، بر من مرحمتی کن. بازرگان سکه‌ای بر کف دست دختر گذارد و با تأسف به راهش ادامه داد. چند گامی که پیش رفت، از راه ایستاد و به دختر گفت: نامت چیست؟ گفت: ماه منیر. گفت: چرا گدایی می‌کنی؟ گفت: نیازمندم. گفت: پری روی چون تو چه شده که به خانه شوهر نرفته؟ دختر نیم نگاهی به بازرگان که مردی برازنده و نیک روی بود انداخت و گفت: حرفت رو بزن. بازرگان که به او خواجه حسن می گفتند گفت: بیگمان بی کس و نسب نیستی و نگاهت می رساند که گدایی کارت نیست، اما به عقل من کاسه زیر نیم کاسه است. دختر گفت: باز که بر سر حرف رفتی و از کس و کار من می پرسی؟ خواجه حسن گفت: بازرگانم و به هند و مصر در پی تجارت می روم و اکنون که تو را دیدم به فال نیک گرفتم که اگر شوهر نکرده ای و تنهایی از تو خواستگاری کنم. دختر گفت: برو و فردا بیا. خواجه حسن بهت زده و پریشان به خانه رفت و تا سپیده که سر زد پلک بر هم نگذاشت. سلام دوست عزیزم، آریانا هستم، راوی کلوپ داستان‌های فارسی. امشب یک داستان جذاب برات تعریف می‌کنم. لطفاً این ویدیو رو لایک کن و با سابسکرایب کردن کانال من رو خوشحال کن. صبح زود خواجه حسن به گرما برفت و لباس فاخر پوشید و عطر و گلاب زد و به چارسو رفت که دختر را در آنجا به گدایی دیده بود. چندی نگذشت که سر و کله دختر با همان لباس پیدا شد و از هر که می گذشت طلب سکه می کرد. خواجه حسن خونش به جوش آمد و رگ غیرتش داغ شد، پس تندی خود را به کنار دختر رساند و گفت: از همکنون دست از گدایی بردار و مرا نزد کسانت ببر. دختر که خود دل به خواجه حسن داده بود گفت: قدری دیگر صبر کن تا دخلم فوزون شود. خواجه حسن دندان به روی جگر گذاشت و ساعتی به گوشه ای نشست و ماه منیر که کارش تمام شد به نزدش رفت و گفت: من به پیش و تو در پس بیا. آن دو رفتند و رفتند تا از شهر بیرون شدند و خواجه حسن در میان راه پرسید: مگر کجا زندگی می کنی؟ دختر گفت: در بیغوله‌ای که جای جن و پری است. به رفتن ادامه داد تا آنکه به باقی رسیدند. ماه منیر از راه باز ماند و گفت: دمی در باغ بگرد و درنگ دار و پس از آن به سرای بیا. و از او دور شد. دختر به سرای قصر مانند وارد شد، تندی حمام کرد و پیراهن قشنگ پوشید و کمی آرایش کرد و به پیش پدر و مادر خود رفت و گفت: خواجه‌ای که از او صحبت داشتم به خواستگاری آمده و در بیرون از سرا منتظر است. خواجه حسن که ساعتی در باغ به گردش پرداخته بود رو به سوی سرای برد و دق قلباب کرد و دختر به دم در آمد و چون خواجه ماه منیر را در لباس فاخر و تمیز دید، دو صد بیشتر از گذشته دچار شگفتی شد و به درون رفت. قصر سراسر پر از نقش و نگار بود و خواجه حسن به باورش نمی آمد که ماه منیر را بازی تقدیر بر سر راهش قرار داده. ماه منیر خواجه حسن را به سرسرای برد و در آنجا از او پذیرایی کرد و خواجه حسن که بر پرده های زنبوری ریز نقش چشم دوخته بود از گفتن باز مانده بود، تا آن که پدر و مادر دختر که هر دو پیر می نمودند اما رفتار بزرگ منشانه داشتند به سرسرا آمدند و به خواجه خوش آمد گفتند. خواجه گفت به چه منظور آمده، ولی از سوی آنان و ماه منیر پاسخ مشخصی داده نشد.
صبح زود خواجه حسن خواب بود که پدر و مادر ماه منیر و خود او باغ را ترک کردند و جدا از یکدیگر به جانب محله از پیش معین شده گداییشان رفتند. خواجه حسن که از خواب برخاست و کسی را در آنجا ندید، دچار تعجب شد و بیش از پیش باور آورد که در دام اجنه و پریان گرفتار آمده. پس از قصر و باغ به در زد و راهی شهر شد و چون به چهار سو رسید، باز دختر را دید که به گدایی مشغول است. نزد دختر رفت و گفت: دغمرگم کردی؟ آن دو پیر مرد و پیر زن که بودند؟ دختر گفت: همانند تو آدمی بیش نیستم و آن دو هم که گفتم پدر و مادر من هستند. افزود: حالا برو و غروب به همان باقی که دیدی بیا. خواجه حسن میدان را ترک کرد و با هزار فکر و خیال به کوچه و خیابان پناه برد و تا غروب برسد نیمه جان شد. غروب که فرا رسید، خواجه به باغ رفت و دختر را دید که چون پریان افسانه ها می فرامد و او را به پیش پدر و مادرش می برد. خواجه که به نزد آنها رسید، پدر ماه منیر گفت: ای خواجه، هر که هستی باش، هر چه داری داشته باش، اما برای وصلت با دختر من شرطی پیش پایت می گذارم که باید از پس آن برایی و به غیر از این دختر به تو نخواهم داد. خواجه گفت: شرط را بگوی. پیر مرد گفت: چون ما به گدایی رو و مهریه دختر من به گدایی رفتن توست. خواجه گفت: خواجه‌ای چون من چگونه به گدایی رود؟ گفت: گفتم هر که هستی باش، مهریه ماه منیر نان گدایی است. گفت: من به گدایی چگونه روم که هیچ از آن ندانم؟ گفت: فردا را به همراه ما بیا و دور از ما با ما باش تا تجربه آموزی. فردا روز پیر مرد و پیر زن و ماه منیر جامعه وصلداری پوشیدند و هر یک به راهی رفتند و خواجه به دنبال پیر مرد و دور از او به راه افتاد. مرد پیر تسبیح و کیسه کوچک به دست گرفته بود و قیافه چنان تغییر داده بود که شناخته نمی شد. پس به مسجد رفت و در مسجد به نزد قاضی شهر رفت و گفت: ای قاضی، اهل و عیال خانمانی اندک دارم و در پی معاش بودم که پایم به این کیسه کوچک خورد. به خیالم آمد که گندم برشته است، ولی گندم نبود و جواهر است. حال این کیسه را به تو دهم که یا به صاحبش برگردانی و یا به بیت المال دهی تا صرف مردم کند. و پس از آن گفت: روزه دارم و اگر عملم را به خیر می‌بینی به جماعت بگو بر من صدقه دهند. قاضی رو به جماعت کرد و گفت: بر این مرد حلال خور کمک کنید. مرد پیر جیبش را که از صدقه و خیرات پر کرد، مسجد را ترک گفت و خواجه به دنبالش رفت و چون به او رسید پرسید: این چه بود که کردی؟ پیر مرد گفت: کمی درنگ دار تا ببینی زنم چه می کند. پس مرد پیر خواجه را به گذری برد که در آنجا زنش گریبان چاک کرده بود و واویلا می گفت. چون از او پرسیدند چه پیش آمده است، گفت: مشاطگر دختر شاه هستم و کیسه جواهر از او به نزد من بود و اکنون آن را گم کردم و از شدت ترس استخوان بر استخوانم بند نیست. در این هنگام قاضی که راه عبورش از آنجا بود پیش آمد و گفت: ای زن، نشانه کیسه جواهر را بگو. و زن مو به مو نشانی داد. قاضی کیسه جواهر را به او سپرد و پیر زن به آنی از سر گذر غیب شد. خواجه حسن که دچار تحیری وصف ناشدنی شده بود، به دنبال پیر مرد راهی باغ شد و چون به آنجا رسید، پیر زن و ماه منیر به قصر رسیده بودند. پیر مرد و پیر زن و ماه منیر به حمام رفتند و ساعتی بعد پاکیزه و آراسته در سرسرا ظاهر شدند و چون دختر کنار خواجه حسن قرار گرفت، گفت: آنچه امروز دیدی شمه ای از شغل ماست. خواجه گفت: هرگز به چنین امری تن در نمی دهم. دختر گفت: پس فکر مرا از دل بدر کن و منتظر نمان. خواجه که بغض کرده بود به نزد پیرمرد رفت و کنارش نشست. پیرمرد گفت:
ای خواجه بازرگان، دو چشم از شغل ما را دیدی. اکنون اگر همچنان به وصل دخترم اندیشه داری، مهریه به گدایی رفتن را بپذیر. خواجه که به درد عشق درمانده بود و قرار نداشت گفت: هرچه مراد کنی خواهم کرد. پیرمرد گفت: در چهار سو دکانی به اختیارت می‌گذارم. چند روزی کاسبی کن، سپس شبی هرچه در دکان است از آن بیرون بیاور و فردایش به در دکان برو و بر سر بزن و بگو هرچه در دکان بوده دزدان بردند و حالا جز خاک سیاه چیزی مرا نیست که بر سر بریزم. مردم به تو رحم خواهند کرد و یک روز به مالی بسیار دست خواهی یافت. فردا بازرگان شکل و قیافش را تغییر داد و به در دکان رفت و شروع به کاسبی کرد و چون هفته‌ای بگذشت همان پیش آورد که پیرمرد به او یاد داده بود. مردم خواجه را کمک کردند و او هرچه به دست آورده بود برداشت و به باغ برد. پیرزن و پیرمرد دست ماه منیر را در دست خواجه گذاشتند و گفتند: اکنون تو داماد مایی، مهر تو پذیرفته شد.